رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خنده باره. حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خنده باره تو خونه؟ عالی. خدا رو شکر خیلی خوشحالم که اینقدر عالی. شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنم به همه معلمای تاریخ و همه کسایی که توی تاریخ یه جای پای خوب از خودشون به جا گذاشتن. پس تشویق کنیم. ما توی فصل قبل این کارو میکردیم، هر دفعه برنامه رو تقدیم میکردیم به یه عده. شادی برنامه رو از بعد این کارو میکنیم. آماده این؟ بله. نفس سومی رو بره نگردار. یک دو هلا. نفس دوباره دوباره. خب میبینم که سر حال قبراقین ولی کمین. حالا آماده باشین که من خودم جای چند نفرم دیگه مخربم. اومد خیلی خوش اومدی. آره ولی مثبت نیست دیگه. یه نفس حبس کن. چرا؟ یه نفس حبس کن. بسونم نفسو. نگردش. چرا؟ نگرد بعد با خنده بریزش بیرون. نمیتونم. خب با خنده بریزش بیرون. چی آیدم میشه؟ چیزی آیدت نمیشه. کیف میکنی. بریز بیرون. چه کیفی داره؟ با خنده بریز بیرون. قلبم درد گرفت. قلبت درد گرفت. با خنده بریز بیرون. این خندت بود. آره تمام سمومات از بدنم دفع شد. خب خدا رو شکر. ببین تمرین برنامه. بیا تو. کی؟ بیا. اومدم. بیا. هر جا دوست داری بشین. باش. کی؟ دوستم اجازیمه. کی دوستم اجازیمه؟ همین که اومد دیگه. سلام کن با آقای جوان. سلام. کی؟ آقای جوان دوستم دیگه. الان کجاست؟ صداست دیگه. بعد حسش کنید. گو؟ بله. آخه قیافش هم من دیدم. یه کم سبیلی داره و کبوده اینجاش. اینجا لبش کبوده مشکی. اون درست میکنم مشخصات دانیاله. نه. شاید شبیه دانیاله. نه اون نیستش. کارش چیز دیگه است. دانیاله میتونه دوست مجازی باشه که آقا. خب حالا الان چی؟ الان چیو بذار؟ به اشتراک گذاشته شد. پسندیدم. یعنی همین یه دونه؟ پسندیدم. دوتا. پسندیدم. سه تا. تو لایک خوردین دیگه جای لایک. نظر. آها. نظر اومد. چیه؟ نظر چیه؟ قر. کیان اینا؟ بد. خوششون نیومده نه؟ حرف جالبی هم نزد آقای جوان. مثلا مراقب باشه دیگه. دیوونه شد. بله؟ نمیفهمم چیه اینا؟ کچی؟ کچی توهین کردم. بذار توهین رامبد جوان بنیما که کچی. چه کاری داری میکنی؟ گذاشته شد. مرسی. پسندیدم. یه دونه؟ پسندیدم. اوه چقدر خیلی. پسندیدم. خوششون میادم به تو توهین کردم. نظر؟ جالبه. واقعا که اینقدر توهین نکنید. این یه برنامه خیلی باحاله. یه دونه نظر داره؟ بله. دیگه نظر نداره؟ پسندید. هفت تا پسندید با یه دونه نظر. الان تازه را انداختیم خیلی تو فضای مجازیه؟ بله. عجیب بوده برای رامبد جوان که تو فضای مجازیه. با خنده قید کن اونجا. به اشتراک گذاشته شد. خب چه خبره؟ پسندیدم. من میبینم با شما که نظر داشته باشه. نظر اومده. چیه نظر؟ آقا میشه وقت برنامه رو بیشتر کنی؟ خیلی تایمش کمه. دیگه چقدر دیگه؟ آقا اگه میشه آقا نیما رو یه خورده تحویل بگیرید. بعد اینجوری واقعا ما نیما رو خیلی دوست داریم. قلق. اینا رو خودت شارژشون کردی. نه. آقا نیما رو چیکار کنیم؟ تحویل بگیر. من تحویل نمیگیرم من تو رو. یعنی مثلا میگم بغل کنید بهشون برسین غذا بدین نمیدونم. به اشتراک گذاشته شد. بذار. پسندیدم. صمیمیت مردم دوست دارن آقای جواد. خدا رو شکر. خیلی خوبه. خیلی جالبه. آقا جان یه خیش انداز بگیریم. خیش انداز چیه دیگه؟ سلفیه دیگه. آها.
مثل رو انداز و اینا بود. آره فقط آقای جوان شما خیش انداز یا من خیش انداز؟ کی به کی خیش انداز؟ حالا شما خیش انداز داری میکنی؟ خب منم هم یکی بپره بغل بیا. اشتراک گذاشته شد. بیا. پسندیدم. سرعت اینترنت پایینه اینجا. پسندیدم. نظر. نظر بگو. آقای شفیع جان ما خیلی دوست داریم. ربطی نداشت. چه ربطی به این داشت؟ همون ربط نداشت اصلا. خب خدا رو شکر رضا هم دوست دارم. بله. من نمی‌فهم شما اینجا یه صفحه مجازی را انداختی توی فضای مجازی که بعد دارین این وقت آدما رو جمع می‌کنین دور خودتون رو یه کارایی می‌کنین. انگی که رامبد جوان به نیما چسبون که تو داری آدم جمع می‌کنی کار من نیست. شد. بذار سری به اشتراک بیاد. پسندیدم. آها. پسندیدم. ولم کن. پسندیدم. من اصلا خوشم نمیاد از این ماجرا. آقای جوان از پارینه سنگی با من شما مشکل داری. علتش هم من نمیدونم چیه. پارینه سنگی بودیم مگه من تو اون موقع. میگن نبودیم تو پارینه سنگی. اشتراک گذاشته شد. الان یه دلخور میشن. نظر. بگو. ای وای. نه پس بودیم واقعا. بله بودیم. چه جالب یادم رفته شما رو. میدونیم دیوونه شدی. نظر. آقای جوان توهین کرد به نیما میگن دیوونه شدی. نیما ناراحت شد. یه دونه ناراحت بذار لطفاً چون من میام شب چک میکنم. ناراحت نظر. بذار. خیلی باحالیم شما. خیلی باحالید. عالی عالی. فیس خوشحال. وای مثلا نمیفهمم چه خبره. بعدم به نظرم تو داری سوء استفاده میکنی از این فضا. سوء استفاده میکنم شما جوابگو باشید. هر رفتاری میخواین بکنید میخوام هیچ چیزی از سرش نیاد. چه به چی جوابگو باشم؟ من که اصلا کاری نمیکنم. هوا رو شد رو کله من. انگار رامبد جوان از اینکه من کاری نمیکنم. این همه کار کردم. ای بابا ولم کن آقا. اشتراک گذاشته شد. حسینی. شاه حسینی بیا بده ببینم. بفرمایید بیرون. آدمای سوء استفاده چی رو من دوست ندارم. بفرمایید. تو خندبانو بعد شاد باشیم بخندیم. رفتار بعد رامبد جوان و شاه حسینی بریم بزن. به شما گذاشته شد. نشانداری رو از که آموختی؟ از هیچ کس. در خندبانه مناسب برای هر سنی نیست. بذار اینو. بفرمایید. برو. نظر. هر حرفی هم می‌زنم سری توهین به حساب میاد. دیدی واقعا اینجوری هر چی میگه توهینه به یه عده مثلا نمیفهمم ماجرا چی از کجا باب شد مود شد به یه عده شغل بر میخوره به یه عده همینجوری بر میخوره یه دستم واسط دادن بهشون بر بخوره مثلا حرفی نزدم سریع هم دیدی دفاع میکنن نباید اینجوری حرف میزدی از شما بعیده بابا کسی چیزی نگفت بریم آقا بریم با هم دیگه برگردیم بریم بیاین مشغولی تو به کار نمیدونی بکنی چی کار بخندی نه هست فند کار اینا همه هست خنده دار اینجا هست خنده بانه شیرین مثل هنده بانه گرب مثل آشکند و بانه بگو بگو خنده بانه بخند خنده بانه بخند خنده بانه بخند خنده بانه بخند خندی میگم کم بود هر روز خنده میخواد این کال بود با انرژی مثبت رام بود دیگه نداری ما کم بود بخند جلو خودتو نگیر بخند خنده داره و گیر مثل ویروس میشه تکثیر بلند بخند خودتو نگیر بخند خنده بانه بخند خنده بانه بخند خنده بانه بخند خنده داره بخند خنده بانه بخند خنده بانه اینوری نه عرشیا اینوری اون شونه رو بده عقب اونو
رو به من شو. آها. از جلو نظام. الله اکبر. میدونی مال کی بوده؟ چه موقعی واقعیش بوده؟ کی؟ مال 1000 سال پیش. 1000 سال پیش این واقعیش بوده؟ اینو کی گفته؟ ها؟ کی گفت اینو؟ اینو هیچکی نگفته. خب از کجا میدونی پن؟ از کجا میدونم؟ چون خودم شیدی همه اینا رو داره. این چی میگه؟ زبونش نمیفهمی. میترسی؟ اسمش چیه این بچه؟ خوب؟ نمیدونی؟ این ترایسراتوپسه دیگه. نمیدونستی؟ تا چی یادتون میدن تو مدرسه؟ هیچی. مطمئنی که 900 سال پیش اینا بودن؟ 900 سال پیش نه، نزدیکای مثلا 899؟ نه، 65 میلیون سال پیش. 65 میلیون سال پیش. کی گفت اینا؟ اونجا توضیح دادم. دندوناش خوشبوه. کو دندونش کدومه؟ نه کدومه؟ اونه اونه. برو نترس، از تو نشون بده. دهنشو باز کرد. کو اسم این؟ سراتوپس. سراتوپس خودش کی گفت؟ اونجا نوشته؟ بخشی سراتوپس ها سراتوپس. سراتوپس دیگه؟ نه سراتوپس. سراتوپس بیا اینجا وای سر بینم. چی نوشته اون اونجا؟ سرای سراتوپس. بگم معدل تو قبل از خوب چیه؟ قبل از خوب بده. بگم معدل تو بد بزنه؟ همه چی اشتباه گفتی؟ کیا باش؟ الان پدر مادر تو خجالت کشیدن تو تلویزیون. بگم معدل تو قبل از بد چیه؟ قبل از بد خیلی بد. بگم معدل تو خیلی بد بزنه؟ یه دست بهش بزن برو. نمیشه، برق داره. نه برق نداره. چرا؟ این یکی نداره. اینجا نوشتن دست نداره. بزن، حالا کسی حواسش نیه دست بزن. بزن. نه. همین نوکشو یه دست بزن. دهنشو. برو یه دست بهش بزن برو. نمیزنی؟ میترسی ها؟ چرا نمیزنی؟ به خاطر اینکه اونجا داشتیم میرفتیم آقا گفت کسی دست به این نزنی، چون برقی دست بزنی برق میگیرد. آفرین، پس معدلت هم عالیه. نه یه چی حرفی که دوست داری به مادرت بزن اینجا. مادر امروز گل میدم دیگه شیطونی نکن. امروز گل میدم عالی باشه. عالی باشی؟ به بابات هم یه چیزی بگو. بابا اگه من امروز اذیت کردم من رو ببخش، گل میدم که این کارو نکنم. باشه میبخشمه. صدای بابات بگو. برو از این ور برو. برو. یه روز یه جوون جونش رو داد و یه تیر از کمان پرتاب شد تا مرز ایران زمین معلوم بشه. یه روز یه نفر جلوی همه دنیا واستاد تا صنعت نفت ملی بشه. یه روز یه نفر بزرگترین امپراتوری ایران رو در طول تاریخ بنیان گذاری کرد. یه روز یه جوون جنگید و رفت وسط میدون تا یکی از مهمترین آدمهای آزادی و مشروطیت بشه. یه روز یه جوون دیگه رفت جبهه و بعد از مدتی شد یک فرمانده و وقتی اومدن بهش گفتن برادرت شهید شده، اجازه میدیم توی سمت دشمنه بریم بیاریمش، گفت کدوم برادرم؟ اینجا همه برادرای منن. تو مملکت ما از این یه روزا خیلی زیاده و تمام آدمایی که جونشونو میذارن کف دست و تمام عمرشونو تلاش میکنن تا از این یه روزا برای ما بسازن و به همون یاداوری کنن که چقدر ما مهمیم، به نظرم خیلی قابل احترامن. و همه ما باید بدونیم که تمام این یه روزا، تمام این تاریخ مملکتمون به زندگیمون گره خورده و یاداوری تاریخ مسیر پیش رو رو برای ما روشن میکنه. میخوام دعوت بکنم از با افتخار از جناب آقای خسرو معتزد. خسرو
چی پای من درد میکنه، معذرت میکنم. چشم چشم. خیلی ممنون، متشکر از لطف شما. خوشحالم از دیدن همه شما عزیزان و جوانان، چهره های شاد شما، چهره واقعا نازنین و مهربان شما منو خیلی خوشحال میکنه. هر چقدر ما نشاط بیشتر داشته باشیم، این مملکت شکوفایی و عظمت و سازندگی بیشتری عرض شود که به خودش میبینه. آیه معتزد، تاریخ به چه معنیه؟ خود کلمه تاریخ. کلمه تاریخ یک کلمه آرامیه، از زبان آرامی اومده، تقریبا رخ نمایی، یعنی نگارش ماندن. خیلی درباره این کلمه صحبت کردن و بعدن سبقه عربی پیدا کرده که مورخ، تاریخ اینا میاد، ولی در اصل یک کلمه آرامی بوده تاریخ. بعد واژه رو در اصل چجوری ادا میکردن در زبان آرامی؟ در زبان آرامی عرض شود که خی که نبوده، به صورت مثلا تاریک، یه چنین چیزی تاریک میگفتن. بله. بعد الان خارجی از این هیستوری رو گرفتن، واژه هیستوری رو، یا استوری، مثلا یه مجله است تو ایتالیا در میاد ایلوستروتا هیستوریا ایلوستروتا، یعنی تاریخ مصور. این کلمه هیستوری میاد تقریبا به واژه استوره. استوره، ببخشید، استوره که میاد، این الان به زبان هیستوریا، هیستوار، فرانسوی میگن هیستوار، اومده. آره قربان. چقدر عالی. خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم. مخلصم. متشکرم، مرسی از شما. چکم، چی شد به تاریخ علاقه من شدین؟ اصلا چند ساله بودین فهمیدین تاریخ دوست دارم؟ معلمای خوب، معلمایی که تاریخ رو برای ما شیرین میگفتن. بله. و من واقعا اسلوب اونا رو پیش گرفتم. همین که واقعا بدون بخوام از خودم تعریف کنم، مردم به من اعتماد دارن، مردم منو دوست دارن. به خاطر چی؟ برای اینکه باشون صادق و راحت صحبت میکنم. هیچ فرق نمیکنه که اینجا باشم یا در خانه باشم یا میون 10,000 نفر باشم. تاریخ اینقدر شیرینه، اینقدر جالبه، اینقدر عبرت انگیزه که اگر این جوانان عزیز فرصتی به دست بیارن و تاریخ این مملکت رو بخونن، حقیقتا بهترین سرگرمی براشونه. و چقدر عبرت با آدم به اصطلاح میآموزه. یه مورد، اولا خانواده من خانواده بودن که با تاریخ سر کار داشتن، یعنی عموهای من در دربار ناصرالدین شاه اینا معلم بودن. عموهای شما؟ بله بله، عموهای من. خانواده ما، اسم ما شمس لاریجانیه، اجداد من مال لاریجان بودن. عموی بزرگ من یکی از بهترین خطاطان و خوشنویسان بوده و من متاسفانه از اون هنر هیچ بهره‌ای نبردم. خط من بسیار بده. راست میگی؟ یعنی شما الان خط من رو داروخانه فوراً به شما دارو میدم. ولی اونا خوشبخت بودن. تو خانواده ما صحبت بود، همش صحبت تاریخ بود. مثلا فکر کن عموی بزرگ من که 100 سال عمر کرد، معتمدالکتاب، میومد میگفتش که آقا ناصرالدین شاه اون روز این حرف رو زد. یعنی خودش دیده بود ناصرالدین شاه. این خیلی برام جالب بود. یعنی صحبتایی که میکرد خودش به چشم دیده بود. 1334 فوت کرد. عموی دیگه هم همینطور، اونم 95 سال عمر کرد. اطلاعاتی که میداد فوق‌العاده بود، یعنی از دربار عرض شود که قاجار بودن. اینا کارهای فرهنگی میکردن، نه اینکه کار مثلا اداری اینا بکنن، بیشتر کار فرهنگی. عرض شود که اینها و این صحبتایی که تو خونه میشد و کتابایی که ما داشتیم خیلی موثر بود. یعنی من در بچگی این بچه‌هایی که بسیار فوتبالیستای خوبی شدن مثل همایون بهزادی، ما هم دوره بودیم. اینا میگفتن بیا توپ بازی کن، من میرفتم نمول کتاب و عرض شود تصویر، و الانم یه آرشیو تصویر عالی، آرشیو فیلم خیلی خوب دارم. این بود که محیط بچگی بود. بعدم خیلی علاقمند به تاریخ شدم. بعدم استادای خوب، معلم من خدا بیامرز، عباس پرویز. ماشاءالله به شما، من یادم رفت بود اصلا چی پرسیده بودم. آره. شما گفتین استادای خوب، یادم افتاده. آره. من پرسیدم چه جوری به تاریخ علاقمند شد، مثلا یادم رفته بود. آقای معتزد، این که میگن شما تاریخ رو توی روایتتون دستکاری هایی میکنید و اینا، ماجراش نه، چرا دستکاری بکنم؟ بگین ببینید، شما شما راجع به یک چیزایی صحبت میکنید که این سندیتش وجود نداره. آقای زرقامی چند وقت پیش ایشون منو دید، خیلی اظهار محبت کرد در دورانی که بودن، یعنی اولین و آخرین دیداری که با ایشون داشتیم. بعد گفتش که آقای معتزد، همه میگن معتزد وقتی تاریخ میگه مثل که اونجا بوده، چرا؟ گفتم آقای زرقامی، برای اینکه من اونجا بودم. گفت چطور؟ گفتم از رو اسناد.
مدارک. شما الان شاه عباس رو من میتونم براتون تا فردا صبح دربارش صحبت کنم، خصوصیاتش، اخلاقش، حرف زدنش، صحبت کردن مثلا با همسرانش چطوری بوده، جلوی عثمانی‌ها رو چطوری گرفت. یه مرد دیپلمات برجسته شاه عباس، یعنی فوق‌العاده است، برای اینکه اطلاعات فوق‌العاده‌ای داره. یه نقاط ضعف هم داره متاسفانه، رو چاپلوسی، چاپلوسی و مبالغه گویی که متاسفانه در خون تحت تاثیر شاه قرار می‌گرفته. مرحوم داریوش کبیر میگه ایرانی‌ها از دشمن، از خوش‌سالی و از دروغ بپرهیزند. من میدونم که نادرشاه دچار سرطان معده بوده، عصبانیت‌های آخرش، آدمکشی‌هاش، این بنابراین من خودمو در اونجا می‌بینم. من خودمو در حرم ناصرالدین شاه می‌بینم. چرا؟ برای اینکه تمام یادداشت کردن، همه آدمایی که بودن، مردها، زنها، تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه روز به روز گزارش تهیه کرده، هر روز، هر روز از 1298 تا 1313، روز 13 به در سال 1275 بر اثر سکته میمیره، یادداشتش هم ناقص مونده، میفته و میمیره. و این یادداشتا میمونه. این تاریخی که گفتین قمری بود؟ نه، شمسی گفتم. شمسی گفتم، مخصوصا گفتم برای اینکه همه متوجه بشن. 1275 13 به در روز 1275. اینی که آقای زرقامی سوال کرده، من این جوابا رو بهشون دادم. گفتم آقای زرقامی، تاریخ وقتی شما عاشقش باشید شما کنجکاوی میکنید. تحریف من نمیکنم، برای اینکه نمیتونم تحریف کنم. اگر بخوام تحریف کنم رسوا میشم، آبروم میره. به خاطر همین من خیلی راحت، مردم باید بدونن حقشونه. شما باید بدونید که مرزهای ایران مثل ایالات متحده آمریکا نیست. مرزهای آمریکا رو نگاه کنید، همش به صورت مربع، به صورت مستطیله. مرزهای ایران به صورت مزرسه. چرا؟ خون ریخته شده. تمام این مردم ایران، شما نقشه ایران نگاه کنید، زمان صفویه 2,500,000 عرض شود که وسعت ایرانه. بعد هی کم میشه، کم میشه، به زور از ما میگیرن. توی تاریخ اتفاقات خنده‌دار وجود داره؟ خیلی. مثلا اینقدر بامزه است، من تو مقالات، چون همه خیال میکنم من یه آدم خیلی جدی و خوشگم، من تو مقالات روزنامه که مینویسم خیلی به این اشاره میکنم، مردم خیلی دوست دارن. یکی از داستانها داستان یکی از همسران ناصرالدین شاه است، دچار سنگ صفرا میشه. تمام دکترای خارجی که بیان میگن آه اینو نمیشه کارش کرد، اینو فعلا نگه دارید یه مدتی باشه، شاید بفرستیم پاریس اینو عمل کنن. یه دکتری میاد میگه که آقا من بلدم عمل کنم، کاری نداره که، مسئله این نیست، چیز مهمی نیست. دکتر ایرانی یا دکتر ایرانی بهش میگن حسن خان کفری، اسمش معروف بود. این میاد و 2.5 ساعت عمل طول میکشه در دارالفنون، تالار پزشکی دارالفنون که اون موقع بیمارستان ما اونجا بود. ری ناصرالدین شاه میاد میگه آقا چی شد چی شد؟ میگم قربان مشغول عمله. بعد از مدتی این دکتر میاد بیرون، اسم این خانم هم تو تاریخ به عنوان شوخی نوشتن لذت و دوله. این مقاله لذت و دوله خیلی گرفت، تمام سایت ها نقل کردن حتی تو خارج. بعد اعلیحضرت میاد و میپرسه که خانم در چه حاله؟ میگم قربان عمل انجام شد، الحمدلله بخیه هم زدیم، تموم شد، سنگم آوردیم. دکتر میاد بیرون، سنگو نشون میده، میگه قربان این باعث افتخاره که من این سنگ آوردم، این در پاریس نتونستن سنگ به این بزرگی در بیارن. نگاه کنید ببینید چقدر بزرگه. شاه خیلی خوشش میاد، آفرین. اون موقع مثلا به یکی درجه بدن سرتیبش میکردن، یعنی درجات نظامی رو به غیر نظامیان میدادن. میگه 5,000 تومان پول به ایشون بدید، یک جواهر الماس بدید، آقا دست درد نکنه، قربان تو. میبوسه شاه، معمولا هیچ کسی نمیبوسه، اینو میبوسه. میگه خب لذت السلطنه کی به هوش میاد؟ گفت قربان روز قیامت. گفت چطور؟ گفت مردن قربان. ایشون خدا بیامرزه الان دیگه در بهشت هستن. گفت بس تو چی کار کردی؟ گفت هیچ، قربان من خواستم به دانشگاه پاریس ثابت کنم که این ببینید چقدر سنگش بزرگه، اینو بفرستید دانشگاه پاریس. اینم از شوخی‌های تاریخی که خیلی در ایران بوده. خیلی ممنون. سوالی هم باشه جواب. بله حتما، ما در حضور و در خدمت آقای معتضد هستیم، داریم به گپمون ادامه میدیم. لطفاً یه بریم بیایم، من از آقای معتضد یه بذره پذیرایی کنم. بفرمایید. Mm-hmm.
معتزد اینجا تشریف دارن، داریم گپ میزنیم، خیلی هم داره بهمون خوش میگذره، هندوانم میل نکردن. آقای معتزد، تفریح مورد علاقه خودتون چیه؟ جان؟ تفریح مورد علاقه تون؟ تفریح مورد علاقه من اگر بتونم، خیلی علاقه دارم به شنا. خب. و راه رفتن. راه چون یه مقدار پام ناراحته، زیاد راه نمیتونم برم، ولی شنا رو خیلی دوست دارم و گاهی میرم سواحلی شنا میکنم. ما 700 کیلومتر بهشت داریم، یعنی سواحل دریای کاسپی. دوستان عزیز، اسم این دریا کاسپیه. دوست کلمه خزر رو اشتباه ما میگیم. خزر یه قومی بودن 250 سال در قسمت شمال غربی دریای کاسپی بودن. تمام نقشه‌های جغرافی نوشته کاسپیان یا کاسپی، یعنی گیلان. مردم گیلان رو بهش بودن کاسپی از زمان قدیم، مثلا خلیج فارس که اسم قبلیش بوده ناماراتو، دریای تلخ. از 2500 سال پیش داریوش این اسم گذاشته روش، خلیج پارس. تمام نقشه‌های دنیا میگن خلیج فارس. حالا یه دیوانه زنجیری می‌نویسه خلیج عربی، باید بریشش خندید و به صورتش خندید. می‌خندیم ما. خیلی هم بی‌سواده. اون آدمی که می‌نویسه دکترا بره خودش بسته یک آقای هست. بعد اینو چارلز بلگریو گفته. مشاور شیخ بحرین در 1945 یه مقاله نوشت که ما، یعنی کلامش این بود که باید اینجا رو بین ایرانی‌ها و عرب دشمنی انداخت، یعنی این زخم چی میگن، استخوان لای زخم رو باید نگه داشت، یه کاری کرد که زنده باشه همیشه. دوران مختلف تاریخی مردم ایران کدوماش تو کدوم دورها شادتر بودن؟ روی شاد ایرانی ها زمان صفوی است. امپراتوری عثمانی تقریبا اروپا رو گرفته بود، بالکان رو گرفته بود، عربستان رو گرفته بود، سوریه رو گرفته بود، عراق رو گرفته بود، مراکش رو گرفته بود. تمام این نقشه جغرافیا رو نگاه کنید زیر نظر سلطان عثمانیه. بعد به ایران دستور میده، میگه شما هم آماده بشید که ما بیایم اینجا رو بگیریم. یک آدمی به نام شاه اسماعیل 14 ساله این قیام میکنه، بسیار شجاست، بسیار آدم دلیریه. و جالبه که اون موقع همش ایرانیان نبودن، کسانی بودن که تو آسیای مرکزی، یعنی اینجایی که ترکیه است، اینا سوابق خیلی قدیم با ما داشتن. ما نیروی دریایی ما در کجا درست شد؟ در لبنان، در سور و سیدا، در سواحل شرقی ارشوت که دریای مدیترانه، اون جنگای ما کردیم. بنابراین دولت صفوی دوره شادیه. شما زمان شاه عباس می‌رفتید اصفهان، مردم می‌خندیدن، شادی می‌کردن. بعد یه دوره بدبختی هستش بعد از دوره صفویه. چرا؟ فساد، مواد مخدر. من همیشه به ملت ایران هشدار میدم، آنچه که امپراتوری صفویه را از بین برد، امپراتوری که ببینید آقایون، اگر نقشه اینجا بود من به شما نشون میدادم، شما جرئت نداشتید به بوشهر برید. بوشهر زیر پرچم دولت پرتغال بود و دولت اسپانیا. شما تمام سواحل خلیج فارس و دریای مکنان دست اسپانیا و پرتغال بود. یه دولتی پیدا میشه همینا رو بیرون میکنه. شما میدونستید ازبکان مدت 18 سال خراسان رو گرفتن؟ شما میدونستید که در خراسان کتاب عالم‌آرای تاریخی هستش، عالم‌آرای صفوی، در مدت عالم‌آرای عباسی ببخشید، در مدت 18 سال ازبکان خراسان از ایران جدا کرده بودن. این سلسله برمیگردونه. مردم خوشحالن چون همه رو اومدن دیدن. سانسون اومده دیده، پیترو دلاواله، آدم الاریوس، کمفر. مردم میگن خوشحالن، شادن. شما ببینید لندن که قهوه خانه درست شد 1640. ما 1620 قهوه خانه داشتیم، زودتر 1610 ما در اصفهان قهوه خانه های عالی، تمام آینه شاه عباس اونجا پذیرایی میکرد، سفرا رو میبرد اونجا. بنابراین این دوره شاد بوده، ولی متاسفانه به علت فساد زیاد، استراحت زیاد، تنبلی زیاد، توپخانه رو تعطیل میکنیم، نیروی دریایی رو تعطیل میکنیم. همه دارن خوشن، همه استراحت کنن، شعر بخونن، بگردن، بشکم بزنن، رقاصی کنن. مملکت آقا دست 18000 نفر میفته، پایتخت کشور. باز یه دوران دیگه است. دوره کریم خان زن خیلی دوره شادیه، یعنی شاه خیلی، شاه میگه من شاه نیستم، کریم خانم. دوره شادی بود و اصولا ملت ایران در تمام دوره شاده. شما حتی زبان مغول هم شاد بوده، یعنی ملت ایران شما نگاه کنید در زمان مغول اینقدر این ملت فرهنگ داره. اصلا ما نمیتونیم، ما قابل مقایسه با خیلی از کشورهای همسایه نیستیم. شما مغول ها میان به ایران، شمن پرستن، بت پرستن، مثلا درخت میپرستیدن. یک دفعه اینا میان، هی مذهب عوض میشه. اول میاد مذهب مسیح رو قبول میکنن، یه مدتی میگذره میان اول بودایی، ببخشید اول بودایی رو قبول میکنن،
بعد مذهب مسیحی رو قبول میکنن، بعد سنی میشن، بعد شیعه میشن، بعد سلطانیه رو میسازن. این سلطانیه‌ای که شما نزدیک زنجان میبینید، این قرار بود مقبره حضرت علی ابن ابی طالب بشه. سلطان محمود قازان خان شیعه میشه، میگه من میخوام پیکر مقدس حضرت علی ابن ابی طالب از نجف بیارم اینجا و اینجا بشه مرکز تشیع. بعد شنبه قازان رو میسازن. ببینید شما چه نویسندگانی، چه مورخانی، نقاشی، تمام نقاشی ما مدیون مغوله، مدیون تیموریانه. این مینیاتورایی که من یه سال انگلستان تلویزیون من فرستاد آتیش گرفتم، دیدم یه کتابی هستش، این کتاب 900 هزار لیره فروش رفت، کتابی که روش مهر کتابخانه سلطنتی ایران بود، از اینجا دزدیده بودن فرستاده بودن یه دست همون درباری ها که مفصله. بنابراین دورهای شاد با داشتیم. الان ببینید، اصولا در دنیا من چند روز پیش با چند نفر صحبت میکردم، دوستان من، همه جا یه آشفتگی هستش، توجه میکنید؟ همه جا یک حالت به اصطلاح افسردگی هستش. شما اصلا شما میتونید باور کنید یه گروهی به نام داعش بیان دختران جوان عراقی رو بگیرن، سوری رو بگیرن، دستبند بزنن به اینا و ببرن بفروشن تو بازار، اصلا من ماتم میبره. یعنی همین کشور عراق همسایه ما، مجله نشنال جغرافی 1999 هست شمارش، ببینید چه ملت شادین. حتی علی‌رغم اون دیکتاتوری صدام حسین که آمریکایی‌ها اومدن این کشور رو آزاد کنن، خواستن دموکراسی بهش بدن. شما الان تو بغداد میرید امنیت ندارید، شما دارید تو بغداد راه میرید یک دفعه بمب منفجر میشه. همین جنرال دمپسی که رئیس ستاد ارتش آمریکا بود، حالا برکنارش کردن، گفت در عراق روزی 100 زن دارن بیوه میشن. کجا اینطور عراق بود؟ شما کنار دجله می نشستید براتون ماهی می آوردن، سرخ می کردن. مجله نشنال جغرافی عکسای رنگی من چاپ کردم توی یکی از مجلات ایران کهکشان، نشستن دارن قهوه می خورن، قلیان می کشن، صحبت می کنن. بالاخره حتی مسابقات مثلا لباس می زاشتن، حتی یک طبقه مثلا متوسط بودن، همه چی از بین رفته. سوریه رو ببینید، مجله تایم دو هفته پیش کوبانی رو گذاشته بود. باور کنید ما می خوام تو ایران چاپ کنم، این کوبانی یه نفر ایستاده جلوش تمام خرابه، تمام خرابه. در چنین دنیایی ما الان بازم شادیم، باز هم در ما امید داریم. ممکنه خیلی از چیزایی که فکر میکنم شادیه نداشته باشیم، ولی یک امنیت داریم. این امنیت خیلی ارزش داره، امنیتی که عراق نداره، امنیتی که سوریه نداره. شما دیدید با اون خانم ملانی چی کار کردن، شما دیدید در پاکستان، در هندوستان حتی چه اتفاقاتی میفته. یه چیز هست به نظر من باید مردم تفریحاتشون بیشتر بشه. من امروز اومدم اینجا خیلی خوشم اومد، این باغ رو دیدم، این تشکیلات رو دیدم. باید مردم سرگرمی داشته باشه، پارک باشه، ورزش باشه، مارش نظامی باشه. آقا ما 1.5 میلیون سرباز غایب داریم، چرا محیط سربازخانه اینقدر باید شاد باشه که برم من سربازی رفتم خیلی از اون حالت بچه ننه‌ای در اومدم. من بسیار بچه ننه بودین؟ خیلی لوس بودم. چجوری بودین؟ چون بچه آخر بودم، خیلی مواظب خودم بودم، خیلی نازنازم میکردن. مادرم گفت باید بری سربازی. آره باید بری سربازی. خود مرچو بیا ببینم. رفتم سربازی و دیدم که بسیار محیط خوبیه. این مارش نظامی زدن واقعا ما با موسیقی قهر کردیم. من دلم میخواد برم بشینم صدای سالار عقیلی رو بشنوم. ما با تفریح به مردم شاد، یکی از خدمات بزرگ آقای رامبد همین برنامه است. یعنی همین شادی به مردم دادن، همین جوانهایی که اینجا هستن، خانوم‌ها و آقایان. ببینید ما احتیاج به شادی داریم، ما تبسم می‌خوایم. هر چی ما بیشتر بخندیم، بیشتر شاد بشیم. تو اسلام هم هست که همش میگن شادی حلاله. بله. آقای معتضد، چرا این روحیه رو ما داریم که هی میگیم که پدر مادرم واسه هم کاری نکرد، دانشگاه واسه هم کاری نکرد، به قول شما پلیس باید یه کاری بکنه، نمیدونم دولت باید یه کاری، ما چرا همش میگیم یکی دیگه باید بیاد یه کاری واسه ما بکنه؟ از بچگی باید به ما بیاموزن که توجه. من شانس آوردم، یعنی در اون دوران که بچه بودم گفتم بچه بدی شدم، یعنی خیلی مهربانی میکرد پدر به من، ولی مادرم جدی بود، اسپارتایی بود، یعنی مثل تربیت اسپارتی، گفت باید سربازی بره. دیپلم که گرفتم گفتم دیگه خسته شدم، میخوام سال آینده کنکور شرکت کنم. گفت امسال باید بری. پدرم این ملاحظه منو میکرد، چون خیلی لاغر بودم، خیلی نحیف بودم، میگفت این بچه مریضه، هر چود که نباید الان برو سال دیگه. مادرم گفت امسال اگر نری کنکور، هر شود که من تو رو به فرزندی قبول ندارم، باید بری، چشمت کور، باید بری کنکور. رفتم و شاگرد سوم کنکور سراسری شدم به خاطر اون فشار مادر، یعنی منو تو معذور گذاشت. بعضی میگن آزادی بیان تو ایران نیست.
من مخالفم، چون من زمان شاه روزنامه نگار بودم. باور کنید ما جدول کلمات متقاطع رو می‌فرستیم وزارت ارشاد. اون موقع می‌گفتن وزارت اطلاعات و جهانگردی. کنترل می‌کردن که این چیه. داستانا رو کنترل می‌کردن. یعنی تمام این ورقا باید بره اونجا. الان من انتقاد می‌کنم یک بار باور کنید هیچ صحبتی نشده. یک بار مثلا بنده رو احضار کنم بگن آقای معتضد مثلا چرا نوشته؟ معتضد یعنی چی؟ معتضد یعنی بازوهایی به هم فشرده. اسم عربیه المعتضد بالله. بسیار آدم مزخرفی بوده، هیچ نسبتی با من نداشته. خلیفه عباسی بوده، خیلی آدم کش بوده و یکی از کاراش بود که مردم رو به اصطلاح این چیه قربان؟ بردارید. دست شما درد نکنه. یکی از کاراش بود که میگفت رگ‌ها رو باز کنن و تو این رگ‌ها باد بدمن. ای بابا. خیلی جنایتکار بوده. المعتضد بالله. حالا این لقبم احمدشاه به پدر ما داد. یک روز پدرم میگفت ما رو دکتر بوده، خیلی ملتوجه بوده. میگه ما رو احضار کردن به دربار احمدشاه. احمدشاه مثل که مرض دیفتری داشت. پدرم معالجش میکنه، بعد دستور میده میگه آقا یه 20 تومن اون موقع خیلی پول بوده. برای آقای دکتر حق ویزیت بیارین. میرم میگردم پیدا نمیکنن. بعد میگه خب یه لقب میکنن، پول پیدا نمیکنن. باور کنید. نداشت خودم احمدشاه 15000 تومان در ماه از دولت انگلستان دریافت میکرد. اینقدر ما بدبخت بودیم. بعد میگه با آقای دکتر یه لقب بدین، معتضد الحکما. این اسم ما مون، خانواده ما اسمش شمس لاریجانی، ولی من خوشحالم اسمم معتضده. دوست دارم دست شما درد نکنه. اونو باز کنین. یه سری کلمه اون توه. اخ اخ از این مسابقات رد میشه. مسابقه نیست نه آقا، با کسی مسابقه رقابتی وجود نداره. برای ما یه ماجرا تعریف بکنین که اون کلمات اون تو باشه. یه دونه کلماتو بهمون بگین چی ان، چون من نمیدونم. عروسک. بله. تن ماهی. بله. دلشوره. بله. کمخوابی. بله. دایناسور. بله. رامبود. خب چی عذاب در بیاریم؟ قصه چی؟ من شبهایی که تون ماهی میخورم دوچار دلشوره میشم. خب و پیش چشمم یک عروسک های خیلی زشتی میاد، نه عروسک زیبا، به نظرم شبیه دایناسور. خب بعد دوچار کمخوابی میشم، یک دفعه یاد رامبود جوان میفتم، خوشحال میشم. خیلی ممنونه. خیلی ممنونم آقای معتضد. من یه سری لطفاً اینا برای ما به یادگار میمونه و ما از اینا استفاده میکنیم. شما لطف بکنید من یک شروع جمله رو میگم، شما کاملش بکنید. خندوانه یعنی؟ خندوانه ببینید کلمه هندوانه که الان هم شما اینجا گذاشتید. بله بله. بسیار شیرین و عرض شود که دلپذیره. بله. هندوانه و خربوزه ایران در دنیا معروفه و می‌دونید که صادرات می‌شد به از شاید دو قرن پیش، سه قرن پیش به خلیج فارس که این هندوانه‌ها خیلی تو نقاشی‌هام هست، تو مینیاتورام هست. خندوانه با هندوانه فکر کنم ترکیبی که شما یک برنامه شیرینی رو عرضه می‌کنید. پس ببینیم خندوانه یعنی یک برنامه شیرین، برنامه شیرین به شیرینی و حلاوت هندوانه. بله بفرمایید. آهای خندوانه‌ای‌ها، آهای خندوانه ای ها، به کارتون ادامه بدید با دلگرمی، با شادی. هر چقدر تبسم رو لب مردم ایران شکوفا بکنه به نفع ماست. روی مردم ایران باید قوی و سلامت. آقای معتضد جمله الان من اینا رو نمی‌رسم بنویسم. من جملاتم طولانی که آره. معمولا سه جلدیه. کتاب نقدم 16 جلده. همه اصلاح ما اینا چطوری بفروشید؟ خندوانه میتواند، خندوانه میتواند به مردم روحیه بدهد، شادی و التیام بدهد، آرامش بدهد. کما که من الان خودم خیلی شاد شدم. راست میگی؟ باور کن. خدا رو شکر. خنده در خندوانه، خنده در خندوانه مثل چاشنی هر قصه است. چه بامزه. خندوانه شروع، خندوانه شروع یک دوره تحوله در تلویزیون. یعنی ما قرار نیست که به هر چیزی بخندیم، کما اینکه برنامه امروز ما تاریخ و جدی بود، ولی توش یک مقدار متایبه و حاضر جوابی ملت ایران بود، یادی از گذشته بود. این برنامه شما یک طنز، شروع تحول جدی در طنز، یک دوره تحول در طنز یا تلویزیون. خندوانه برای همه ملت ایران. خندوانه فقط مخصوص یک طبقه خاص و یک قشر خاص نیست.
همه برای خندوانه؟ همه برای خندوانه باید کوشا باشن که این برنامه ببونه، ناکام نشه. چون بعضی از برنامه‌ها توی تلویزیون‌های خارج هست 20 سال 25 سال ادامه داره. بله واقعا. خیلی ممنونم از این جملات خوشگلتون. تمنم. آقای معتزد خیلی ممنونم. ما یه رسمی داریم که شما باید به مهمان ما، به تماشاچی در منزل 5 ثانیه لبخند بزنه. این لبخند از جانب تماشاچی امتیاز داده میشه. بعدش تا هفته میفهمیم که بهترین لبخند از جانب مردم امتیاز آورده. آماده این؟ بله. 1 2 3 میشماریم. 5 4 3 2 1 خیلی ممنونم آقای معتزد عزیزم. دست شما خیلی لطف کردین اومدین. این لوح یادگاری ما به شما. ممنون از لطفتون. با عشق داره اهدا میشه بهتون. خیلی ممنون. و لطفا یه جایی بذارین که ببینیم. متشکرم. به علاوه این که ما حامی داره برنامه‌مون که هدیه داده که من با علاقه تقدیم شما بهترین هدیه این کف‌های بسیار قوی و زیبا بود که مدت‌ها نشیده بودم. بعضی ها مردم کف زدنشون شده. آره. ولی اینها جوان هستن، اینها امید آینده ایران هستن، آینده مال جوان هاست. من خیلی خوشحالم، فقط به شما توصیه میکنم ایران رو دوست داشته باشید. خیلی ایران عزیزه. من ببینید صدام بغض میگیره، دست خودم نیست. خیلی هم نقطه ضعف ها وقتی صحبت میکنم بدون که متوجه بشن. قدر ایرانو بدون. دوشینو بردارید. نه چرا؟ خب عشقتون قشنگه. برای که من یاد بدبختی های گذشته ملت ایران میفتم. یاد شکست ها، یاد تحقیر ها، یاد کلمات زشتی که درباره ایرانی ها میگفتن. شما نمیدونید این اسناد خارجی آدم میخونه چقدر. میگه بگذار ملت ایران در همین وحشیگری و در همین حالت سبوییت و نادانی بمانه. سرگور اوزلی سفیر انگلیس میگه جناب وزیر، اون وزیری که در انگلستان، حالا اسمش یادم رفته، برمیگرده میگه جناب وزیر، کتابش هم هست، کتاب ایران و انگلیس، رابطه ایران انگلیس، میگه جناب وزیر اجازه بدهید که ما به همین ترتیب ادامه بدهیم. تا زمانی که ملت ایران نادان و وحشی و فقیره، امید میره که مطامع ما انجام بشه و هندوستان عرشود از بلایا دور باشه. من به شما عزیزان میگم که تاریخ بخونید، دقیق باشید، تعصب داشته باشید به خاک کشورتون. ببخشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. قربان شما. مرسی. خیلی ممنون. قربان شما. خیلی متشکرم آقای جوان. من میگم آقای معتزد از این ور بیان. تشریف ببرید. من اینجا اینو گل برام گشتم. از این بغل میرید. از پلا میریم پایین. بله. مرسی. قربان شما. خب بفرمایید آقای خسرو معتزد، حرفای قشنگ زدن، خیلی ممنونیم ازشون. یک بخشی داریم بچه ها راجع به شغل. ما توی خندوانه انواع و اقسام شغلا رو سعی میکنیم نشون بدیم. اینا شغلایی هن که سالیان سال در ایران داره انجام میشه، آدم های فراوانی مشغولشن، ولی بعضیشون هم تازه بنا به تکنولوژی و امکانات جدید و شرایط جدید. ولی ما خیلی دلمون میخواد که آدم ها رو و همه مردم رو ترغیب بکنیم به کار کردن، چون اگه کار نکنیم خب، و این مشاغل رو دوست داریم دوباره برای همه آدم ها هم یادآوری بکنیم، هم از کسایی که دارن این کار رو انجام میدن، این مشاغل حفظ کردن دارن انجام میدن، قدردانی بکنیم. یکی از این مشاغل که الان میبینینش سماورسازیه، چیزی که شاید اصلا کیا الان تو خونهشون سماور دارن؟ ببین خیلی ها ندارن.
منم ندارم. منم ندارم. آره. آف. این بده. کی از این چایساز برقی ها دارن؟ وای. آقا این ماجرای چای خوردن خیلی چیز مهمی. حالا تو این برنامه میبینی که چایی که با آب سماور یا کتری و اینا درست بشه خیلی بهتر از این. بعد دیدی که از این چای کیسه یا میندازی. وای نکنی این کارا رو. اینو ببینین برگردیم ادامه بدیم. بفرمایید. همکار برو. به 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 آقا منصوری. خواهش بکنم. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. متشکرم. آقا شغل شریف شما چیه؟ سماور تولید میکنم. سماور سازی. از چه سالی؟ درسمون تموم شد. این کار رو ادامه دادیم. حدود 45 ساله که این کار رو. 45 ساله سماور سازی. بله. خب. الان که کتری اومده جیزی میزنی به برق و آب پیش میاد اینجوری نیست. سماور یه چیز دیگه است آقای عزیز. سماور اصلا قابل مقایسه نیست با این کسی جیز و برق و فلان اینا. سماور رطوب زدای آبه. سماور چای رو خوب دم میاره. شما بچه دارید؟ فرزند؟ بله بله شما فرزند دارم. ازدواج کردن؟ بله دو تا شون ازدواج کردن. خب اینا رو جهازشون این کتری چای چای ساز نبوده؟ نه 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 وقتی ما اصلا چای ساز پروژه رسمتون نیست شما اصلا امکان نداره نباید این کارم بشه. مثلا دخترم یا پسرم؟ بله دو تاشون دخترم ازدواج کردن. خب پس جهاز مثلا اون آقا پسر گفتش که فکر مثلا چای سازت کو؟ شما گفتیم ما رسممون نیست اصلا. نه خیر ما توضیح دادم بهشون که چای ساز ضرر داره برای شما. فرق نمیکنه فردا شما میخواید چای بخوری با دختر من خونه هست این چای ساز ضرر داره و ایشون چون تخصص منو میپذیرفت قبول کرد که چای ساز مصرف کنه. چاره نداره. سماور دادیم با کتریای رو گازی بهش دادیم خودش مصرف کنه. وگرنه دختر نمیدیم. بله. خودتون میگه سمبرسازی چیه؟ بله ما سمبرسازی این سمبرسازی خیلی آدم ها رو جدی کرده. یعنی همه دیدم قیافه ها جدی و اخمون. بله آره؟ نه خیلی اینطور نیست. حالا بالاخره در زمان کار یه خود باید جدی باشی. اگر نباشی شما سو استفاده میکنی خیلی از اینکه سو استفاده میکنی همون لازم فرموده دستگاه های ما خطرناکه. آره. که امکان داره اگر یه مقدار جدی نباشید دست کسی رو بگیره و دست کار رو بگیره. کار تموم شد با هم شوخی کنیم. بله کار تموم شد حالا دوستی میشیدیم ناهار هم بخوریم که دوستم هستیم. حالا شوخی هم که چه اشکالی داره؟ اصلا شوخی نباشه نمیشه. باید تو کار جدی. بله تو کار جدی باید باشه. بعد کار مثلا سر هم مثلا هر چیز اشکال نداره میشینیم دوستی با هم بله شوخی میکنیم با هم راحتش با هم و واقعیت مزه زندگی همین شوخی خندیدنه و تفریح کردنه. اگر غیر از این باشه نمیتونه کارگر کار کنه. آره. نباید کارگر به عنوان ابزار یا ماشین نگاهش کرد. بذار بالا بذار بالا بذار آقا منصوری الان آدم یه چای خوب مشتی خوش رنگ میخواد بخوره چی لازمه؟ اول همه سماوری که عرض کردم. آره. دوم قوری چینی و دم کشیدن درست حسابی چایی. بفرمایید میشه جان برق داره؟ بله. شما مگه چای ساز خوردی که بدونی فرق داره؟ من آبی که رو چای ساز می‌جوشید فهمیدم که ناخالصه و یه فایده نداره. طعم خوبی نداره. حتی چشیدم نه که آدم به هر حال باید امتحان کنه. چایش بوی خاص میده. یعنی الان مثلا چای با چای ساز مثلا دفتری داری بری بدن تو می‌فهمی. سر تا سر متوجه. البته شو که خدا دیگه مردم آگاه شدن زیاد استفاده نمی‌کنن. در
جان. آره برو جان. خیلی. میره فهم. عجب. خیلی ممنون جد گرم. اونم بده به من جد. از شما هم در نمیم. بشین آقا بشین. انشالله که همیشه سماورتون بجوشه و متشکرم. انشالله که نسوزه و شما هم همیشه چاییتون داغ باشه و سر حال باشه. خب به هر حال باید سمورم بسوزه. آه اگه نسوزه که تعبیر کنه. آره بخاره میشه که نسوزه. چند وقت یه بار بسوزونیم سمورو؟ حالا هر وقت دلتون خواهد. هفته یه بار خوبه؟ برفا نه هفته یه بار پولدار میشه. آره زیاد میشه. آره یه جور باشه که بالاخره واقعا بسوزه. یه اصلا فراموش میکنه آب میمیده. سالی یه بار فراموش کنیم. آره. بد نیست. آره بد. ایشالله همیشه بخندین و باحال. خیلی ممنونم. قربون شما. سلامت. مسابقه داخل استودیو. شماره 24 کیه؟ مبینه صالحی نژاد. خانم صالحی نژاد یک جمله رو من برعکس میگم شما درستشو بگید. کند باز دکان نباید ندارد صورت به لبخندی که مردی. سخته نمیتونه. نمیتونم. هیزده چیه؟ من این کار بیخواه. یاسمن رجامن. از اون بری من جمله رو درست میگم شما برعکسشو بگیم. مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. کند باز دکان نباید باز. از اول مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. کند باز نباید از اول. کند باز دکان نباید ندارد صورت بر. اه از اول. همینجوری داره فرصت رو از دست میده. بگو. کند باز دکان نباید ندارد صورت بعدی. دخ 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 یاسمین رجامن. کجا کجا شماره سی اونجا نیما. دلسوز رضایی. خانم رضایی بشراک بذاری خیلی مهمه. بشراک گذاشته شد. 40 ثانیه وقت دارید این جمله رو برعکس کنید. کوتاه‌ترین فاصله برای دوست داشتن یک لبخند است. 1 2 3 از لبخند. یک فاصله داشتن. نه 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 دوباره از اول. لبخند. کوتاه‌ترین فاصله برای دوست داشتن یک لبخند است. از لبخند یک داشتن فاصله. از اول تو داری میرسونی؟ نه من نه. از اول من نه. از دوست داشتن. اچ بات اچ. یک دو سه. 20. خب سرکار خانم نامتون لطفاً. سیما کاووسی. چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی بر لب دارند. 1 2 3 دارند لبخند. از اول. دارند صورت. از اول. چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی بر لب دارند. دارند لب بر لبخند که لبخندی الان زیبایند. یه بود دیگه. زیبایند. نه خانم یه بار دیگه. خانم شما جمله دیگه یا نگید. چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی بر لب دارند. 1 2 3 60. حمیدم از اینانی هست. مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. باز کند؟ نه. کند باز. کند
باز دکان آها که نه از اول نباید از اول کند باز باز نباید آیزا هم بد میرسونن ایشون بیا اینجا گفتیم نرسون دیگه خب نه نرسون اشتباه رسون همون میشه دیگه زمانه در دست رفت دوباره مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند باز کند کند باز یک دو سه هیجده مهدی مهرایی خب مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند همون هم گفتم که دیگه کند باز دکان آها نباید نگید ندارد صورت به لبخند چی شده؟ شده؟ درست گفت آره صورت به لبخند دوتا مونده که مردی آه همه رسوندن آفرین همه رسوندیم باری کلا مبارکه هدیهشون رو لطفا بیاریم من رفتم خداحافظ خداحافظ نیما خانم مهدی مهرایی مبارکتون باشه شما یک عدد کارت 250,000 تومانی هدیه از 3724 مربع گرفتیم تا از 3724 مربع استفاده کردیم؟ نکردیم دین 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 خب لازمه که من اینم خدمتتون عرض بکنم که 3724 مربع از عید مبعث تا عید نیمه شعبان یه قرعه کشی میکنه 724,000 تومان تو قرعه کشی به یک نفر هر شب میده در نیمه شعبان هم به 24 نفر 1 میلیون تومان به کسانی که در طول این مدت از این عید تا اون عید وارد سامانه 3724 مربع بشن و اونجا کاری رو انجام بدن به شارژ بخرن قبضی رو پرداخت بکنن موجودی حسابشون رو چک بکنن خب میخواییم آواز بخونیم آماده این؟ بله نیما بدون دوست مجازی بدون دوست مجازی نیما بسته دیگه زیاده انرژی زیاده بدون دوست مجازی میگه بدون دوست مجازی به استراک بزاز بدون دوست مجازی نیست اصلا خودت باشه آره بابا بهتر دیگه خسته شدم با من منی که جلوتم با من معاشرت کنم همش داری با کسی که نمیدونی کی معاشرت میکنی پول نمیدین دیگه یه ذره پول بدین من دوست خوبم میشم پول میدم چقدر باید بدم حالا صحبت میکنی تو چقدر همون 40 میلیون دیگه آی بابا برو بابا همون دوست مجازیت معاشرت کن برو شعر بخونم برو برو هیچی هم گیرت نمیاد میخوایم آواز بخونیم چیکو چیکو باش آماده ای من مسئول چی ام من مسئول چیکو ام به قول حبیب بدیری عزیزم آماده بله اینه چیکو قطره قطره خنده ها تو بریز وسط هر یه دونش امتیازه واسط خنده توی مشتمونه مثل خمیر اگه به بازی غصه میگه بمیر قرار بینمون یادت نره با خنده قیافت با حال سره هی هی نگو غرق مشکلم بهشون فکر نکن اینجا بهتره کم کم غصه ها تو بریز دور زیر چشمی نگاشون کن از دور یکی یکی دارن از دور میشن کم رنگ میشن بی حرف زور قرار بینمون یادت نره با خنده قیافت با حال تره هی هی نگو غرق مشکلم بهشون فکر نکن اینجا بهتره Thank you.
تو یه قراری با ما گذاشتی، زود بگو قهری آشتی، وقت گفتنت دیگه تموم شد، ما دیگه با هم هستیم آشتی. قرار بینمون یادت نره، با خانه قیافت با سره، ای هی نگو غرق مشکلم، بهشون فکر نکنی اینجا بهتره. خدافزی؟ خدافزیه؟ قرار بینمون یادت نره، با خنده قیافت قشنگتر نیست. خب، نخواهیم خدافزی بکنیم؟ حالا بودیم دیگه. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از شما، با اینکه تعدادمون کم بود کلی انرژی گذاشتید. دمتون گرم. دمت گرم نیما. مرسی. به اشتراک بذارید. باشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی شاد بودن میکنم، لبخند از رو صورتتون نره، در کنار خانواده باشید و کیف کنید. پس خدا نگهدارتون و شاد باشید.